رسانه ها کمک میکرده، به کدوم تلویزیون ها کمک میکرده؟ آخه شما فکر بکنید یه تلویزیونی که کارش از صبح تا شب فحش دادن به شهرام همایونه، بعد اون مردک کتاب فروشم میاد و تقاضا میکنه که برنامه های ضد شهرام همایون رو بیاید سیدی بکنیم و به صورت سریال توی مغازه من بفروشیم. خب این من و شما میدونیم که با این درآمدا نمیشه این کار کرد. این 30,000 دلار کسی حاضر نیست پول بده از مردم لااقل به شهرام همایون فوش بدن. خب اینو باید یکی بره دنبالش تحقیق کنه. اینم که داره گزارشی هم که رسما منتشر شده و به هر حال دوستان عزیز من توجه بکنید و این نکته رو هم برای این تلفن ها بذارید رو شما تلفن ها بذارید رو صفحه. این نکته رو عرض میکنم برای اینی که برای یک بار برای همیشه ما طرفداران پرچم شیر خورشید هیچ کس رو مجبور به جانبداری علیه کسی چیزی پرچمی والله کسی نمی کنه، مجبور نمی کنه. آقا ما این پرچم رو می زنیم کنارش هم وای می سیم. آقا این خیلی به شما زور میاد. آخ من نمی دونم چرا این خیلی به شما فشار داره. آخه از چه بابتی؟ حتی من به شما بگم پرچم شیر خورشید علیه کسی هم نیست. پرچم شیر خورشید آقای خامنه ای هم پرچم شیر خورشید مال ایشون هم هست، منتها خب حالا ایشون نمیخواد نخواد. پرچم شیر خورشید پرچمی است که همه ملت ایران رو به هم متصل کرده در هر جای دنیا. پرچم جمهوری اسلامی به اعتبار شکلی که داره، اولا اون 22 بهمن که دورش نوشته پس میشود این پرچم مال کسانی است که به این انقلاب باور دارن. آیا ما ایرانی نداریم که به این انقلاب باور نداره؟ ما دو تا ایرانی داریم، یا به انقلاب باور دارن یا به انقلاب باور ندارن. اصلا هر دو تا اینا آدمای خوبی ان، دلیل بر این نیست که یکیشون آدم بدی باشه. خب اما این آدمی که این انقلاب باور نداره مگه ایرانی نیست؟ مگه عید نوروز برای هر دو نفر اینا مشترک نیست؟ خب باید پرچمشون هم مشترک باشه. اما پرچم شما با اون 22 بهمنی که نوشتید دور تا دورش مال اون گروهی که این انقلاب قبول دارن، پس شما یه تعدادی از هموطنانتون رو از این پرچم مستثنا کردید. آیا من ایرانی هستم یا نیستم؟ آیا شما این تلفن ها بذارید رو هد، شما ایرانی هستید یا نیستید؟ اگر شما ایرانی هستید فردا میخوای برید توی جنگ باید به این پرچم اعتقاد داشته باشی یا نه؟ آیا مسئله تمامیت ارضی ایران با مسئله جمهوری اسلامی یکیه؟ آقا من جمهوری اسلامی رو قبول ندارم اما اگر به خاک من تجاوز بکنه من پیرمردم میرم وای میستم و میجنگم و نمیذارم تجاوز بکنه. زیر چه پرچمی باید برم بجنگم؟ آیا نباید پرچمی باشه که قبولش دارم؟ آقا من به قول شما ضد انقلابم، من با این انقلاب شما میانه ای ندارم اما ایرانی هستم، وظایفی از نظر ایرانی بودن برای خودم قائلم، باید پرچمم هم با شمایه که با من دوست نداری یکی باشه. چیکار باید بکنیم؟ کیو باید بریم ببینیم؟ بریم تلفن الو درو نه یکی برداشتن تلفن رو. آه الو بله بله قربان بفهمید. جناب همایون صحبت داشتم راجع به این برنامه‌ای که افراد سفارت جمهوری توی ایران توی اینجا انجام میدن. من از کانادا زنگ میزنم. توی تورنتو یک این مسائل خیلی زیاده متاسفانه. فضولات جمهوری اسلامی اینجا واقعا بیداد میکنن و من فقط خواستم بگم یکی از خانمایی که همسر یکی از افرادی که تو سفارت کار میکنه رسما توی 3 تا رستوران به طور شبانه ویترس همکاری تو آشپزخونه همه جا کار میکنه و خیلی جالبه که ما بخوام فکر کنیم این خانم احتیاج مالی داره. و جالب اینجاست که البته همه شاید نمیدونن ولی ایشون با همه در رفت آمده مهمونی ها رو برگزار میکنه و خیلی هم راحت تمام اخبار و افراد رو میگیره و میده و این خیلی زیاده و ما تو تورنتو عادت کردیم این مثلا متاسفانه. درود بر شما. ممنونم خیلی ازت سپاسگزارم. قربون تو هم. البته من
ببینید اگه ما به این سیستم بخوایم بریم جلو، متاسفانه کار اشکال‌های اساسی پیدا می‌کنه، کار به تسویه حساب‌های خصوصی و شخصی کشیده میشه و اصلا کار درست نیست و این میشه شبیه همون کاری که جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها کرده. ببینید ولی همونجور که شما هم گفتید در تورنتو بنده هم خبر دارم که بسیار عوامل سفارت فعال هستن. به نظر من این کمکاری از جانب اپوزان، این کمکاری از نظر از جانب ملت ایرانه. شما باید این کمکاری رو جبران بکنید. به نظر من باید ما یک مشخصاتی برای عامل ضد ایرانی بودن ترسیم بکنیم، یعنی بنویسیم که چه کسی این مشخصات رو میتونه داشته باشه. یه آدم میتونه به پرچم شیر خورشید معتقد نباشه، اینو یادتون باشه. ما میتونیم ایرانی داشته باشیم که به پرچم ما اعتقاد نداشته باشه، اما این آدم نمیتواند ما رو مجبور بکنه که ما پرچم نداشته باشیم. آدمی که ما پرچم ما رو باور نداره یه ایرانیست که مثل ما فکر نمی کنه، محترمم هست. آدمی که میاد مانع پرچم ما میشه این مأموریت داره. این دوتا رو ما نباید با هم قاطی بکنیم. علی درود در شما، بفهمید. خسته نباشید آقا. نه خدمتتونم. من در برنامه آقای همایون رو نگاه میکردم، راجبه پرچم که صحبت میکردن یه سوال برام پیش اومد. بفهمید. گفتن ایشون که پرچم دورش نوشته 22 بهمن. بله بله. ولی من فکر میکردم نمیدونم حالا با خودشون صحبت کنم یا یعنی اینکه شما بهشون میگین الله اکبر نوشته. آره بله، بله. بعضی از اینها 22 بهمن تو اون حاشیه‌شه، بعضی هاش الله اکبره. من چون خودم 22 بهمن سال نایده بودم، گفتم الله بله دو نوعه، من خواستم بعدم ازشون ایراد بگیرم. بله دو نوع هست، هم بعد هم 22 بهمن هم الله اکبره که بنده نسبت به هر دوتاش مسئله دارم. خودش دلیلشه دیگه، پس 22 بهمن. اگر الله اکبر هم باشه با نهایت احترام به الله و الله اکبر، اما یه مسیحی حق داره الله اکبر رو نخواد روی پرچمش، یک زرتشتی حق داره الله اکبر رو نخواد. الله اکبر یک نام، یک واژه قابل احترام در جامعه مسلمانانه که دیگران باید بهش احترام بگذارن، مثل روح القدس. ولی این دلیلی برای نیست که همه باید بهش معتقد باشن. خب اگه بهش معتقد باشن پس اعتقادات و باورهای دینی من چی میشه؟ اجازه بدید بریم به اورنج کانتی و بخش دیگری از گزارش دوستانمون رو با هم نگاه بکنیم. Here at Feast of Adair celebration in Mason Park, loving the day with all my Persian friends and family. I'm here to support the Iranian people and their freedom and the love of many, many people. Thank you. All right, so we're here celebrating the Persian New Year with all our Persian friends. Happy Nowruz. Happy Nowruz. All right. Happy Nowruz. All right. Here's the bomb. Happy New Year. و از دوستان ما هستند و یک مجله بسیار بسیار خوبی رو هم منتشر میکردند، همکاری میکردند. به هر حال پس مسئله پرچم رو ما باید برای خودمون حل بکنیم و بدانیم ما باورمون و اعتقادمون به پرچم سر جای خودشه. به هیچ کسی زور نمیگیم، به هیچ کسی رو مجبور نمیکنیم که آقا شما باید پرچم رو باور داشته باشی، اما به کسی هم اجازه نمیدیم که بیاد و
پرچم ما رو، گزارش های بلبوا رو پیدا بکنید، گفتگوهای بلبوا رو پیدا بکنید، بیاد و به ما مانع ما باشه. علت آقای کاظمی که فرمودن، علت نکته ای رو که آقایون بهش اعتراض دارن همینه. آقای دوستان ما در نیپاک مراسم میگیرن تحت عنوان جشن مهرگان. خب آخه قربونتون برم، شما جشن مهرگان میگیرید یه پرچم نمیذارید، بعد مشکل ایجاد میکنید برای کسایی که پرچم دارن، بعد میگید همایون چرا به ما گیر میده. خب آقا برادر من، شما مگه بیاید، خواهش میکنم با نهایت احترام، من دعوت میکنم از دوستانمون در نیپاک و هر جریان و هر سازمانی که مخالف این پرچم شیر خورشید هستن، از دوستانمون در سایر تلویزیون هایی که حاضر نیستند به پرچم شیر خورشید بها بدن، من خیلی صمیمانه و دوستانه دعوت میکنم تشریف بیارند اینجا، با هم گفتگو بکنیم و بگن، اونها دلایلشون رو بگن، ما هم دلایلمون رو بگیم، مردم هم قضاوت بکنن، هیچ جبر و زوری هم در کار نخواهیم برد. اما یه چیزی رو امروز دیگه به قول معروف میشود بهش باور داشت و اون اینه که پرچم که یک نماد ملی است برای همه ملت ها، در مورد ایرانی ها یک نقش مضاعف دیگر رو هم بازی میکنه و این نقش مضاعف دوم این است که نشانگر مخالفت است با اون چیزی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. امروز وابستگی و پیوستگی به پرچم شیر خورشید دلیل بر این است که تو با کمک مادی تا زمانی که در جامعه خودت نیازمند وجود داره به غزه و لبنان مخالفی. این ببین آقای کدیور چرا میره از غزه و لبنان دفاع میکنه؟ اون نمیتونه. آقای کدیور محال ممکنه یه پرچم شیر خورشید، ایشون تحصیل کردم هست، بالاخره استاد دانشگاه است، بهتر از بنده میدونه که این پرچم هیچ ربطی به سلطنت نداره، اما محال ممکنه که پرچم رو بیاره و رو میزش بگذاره. علی درود بر شما، بفهمید. درود بر شما و همایون. در خدمتتون هستم. همایون من خدمتتون عرض کنم که این تلویزیون اندیشه اصلا مخالف پرچم شیر خورشیده. فکر نمی‌کنم آقای کوهرزاد که ایشون اونجا کار میکنن، ایشون هم همینطوری یه روز که بابا آقای فروزنده از دوستان ما بودن پرچم شیر خورشید، نه ایشون متاسفانه مخالف یه نفر از بینندگان هم که اعتراض کرد که پرچم شیر خورشید بذارن، خندیدن و گفتن نه و فلان، و اون آقای فروزنده هم با اون صحبتهای مخالفت کردن، با نذاشتن در حضرت قبول نکردن حرف بیننده رو. یکی هم که توی مونتریال کانادا این دانشگاهی هست به نام کنکوردیا که دانشجوهای فراغونی از توده یا و از خود جمهوری اسلامی و عده بازاریا، اینا همه این دانشگاه و یه جز جوانایی رو که اونجا پول میدن برای درسشون و اینا رو همه رو زیر نظر گرفتن و از هر برنامه که میخواد اجرا بشه اینا جلوگیری میکنن، شیر و خورشید و جمع شدن مردم علیه جمهوری اسلامی. در ضمن تمام اغلب بنیادهایی که زیر عنوان بنیاد فرهنگی داره تو این کشورها کار میکنه، اینا مؤسساتی هستن که وابستن به جمهوری اسلامی و اینا از اینا پول میگیرن و بدون شک من مطمئنم که گروهی از میلیون هم با اینا دارن همکاری میکنن. من اینو مطمئنم، هم میلیون، هم زیر اسم به اصطلاح مصدقیا، هم توده یا، هم بازاری یا، هم جمهوری اسلامی، اینا همه دست به دست هم دادن علیه دو تا چیز به نام پادشاهی و مجاهدین اینا دارن کار میکنن. یعنی میگن همه ما که علیه پادشاهی اومدیم و دست به دست هم دادیم، این خیانت رو کردیم به ملت ایران، همه اینا دوباره باشن جز این دو دسته. این دو دسته من نمیدونم چجوریه که اینا گروه پادشاهی رو کنار مجاهدین قرار میدن. این دیگه حالا الان من توضیح میدم. خیلی ازتون ممنون. علی درود بر شما، بفهمید. درود بر شما آقای همایون، بفهمید، در خدمتتونم. آقای همایون فرض کنید که این پرچم شیر و خورشید علامت شاهنشاهی باشه، بله، مگه ما بیش از 2500 سال پادشاهی نداشتیم؟ مگه از تاریخ خودمون شرمنده این که رو بخوای مخفی کنیم؟ غیر از اون
بعد کنید که اگر علامت پادشاهی بسیاری هستن که همین الان طرفدار سیستم پادشاهی هستن. آیا تورنج کانتی جرمه که کسی طرفدار چیزی باشه مگه کمونیست ها نیستن پرچم خودش رو میارن؟ آیا جرمه که کسی پرچم بیاره؟ یه نکته بسیار از پرچم نمیترسن، از پیام پرچم میترسن، چون پرچم شیر خورشید یعنی براندازی جمهوری اسلامی تا آخرش. بسیار ازت ممنونم، نکته مهمی رو مطرح کردی، الان توضیح میدم خدمتتون. علی درود.